یک دو سه چهار هیسی چینی ای بابا این بازومه تو بگو هیسی چینی حالا ببینم ده بگو هیسی چینی تو بگو هیسی چینی باشه بابا تو که میگی هیسی چی نیست خیلی چیزا واسط روشن نیست بیا بشین ببین این قصه رو تا دیگه نگی باز هیسی چی نیست هیس بابا هیچی نیست سلوغ نکن یه مشن فلکی تو بوخ نکن هیسی چی نیست آره شما درست میفرمایید تو بگو هیسی چی نیست هست آقا هست ده بگو هیسی چی نیست چشم حتما تو بگو هیسی چی نیست میدونی واسه چی جنگه تو دنیا بیا برات بگم از بعضی کشورا همونا که میگن جهان اولن نژاد برترن و این عدا اصولا همونا دارن تصمیم میگیرن شیک و مجلسی و بی سر و صدا ایس بابا هیچی نیست سلوغ نکن یه مشن فلکی تو بوخ نکن هیسی چی نیست آره شما درست میفرمایید تو بگو هیسی چی نیست هست آقا هست ده بگو هیسی چی نیست چشم حتما تو بگو هیسی چی نیست تو که میگی هیسی چی نیست خیلی چیزا واسط روشن نیست بیا بشین ببین چی دارم برات بیا گوش بده حرف دارم برات اگه نشنوی و عبرت نگیری تاریخ تکرار میشه برات تکرار میشه برات تکرار میشه برات ده بگو هیس شما باور نکن ببین خودت ساده بگم روستاییم بوی پنیر میده تنم همسایه این آشپزم با همه مکار بودنم با همه مکار بودنم ای بابا این امروز صدای ما هم کوک نیست اصلا ولش کن های سر آشپز های پشت های پشت ای بابا های سرش بس میگم با این شغل مزخرفی که داری درآمد چقدره ها بگو دنبال چی میگردی به درآمد من چی کار داری بگو دیگه جان من بگو من فهمیدم که اگه از آفریقا 250 تا برده مرد و 100 تا پسر و دختر کوچولوی 16 دلاری بخرم و بتونم این محموله رو سالم به آمریکا برسونم هر کدومم 360 دلار بفروشم میشه به اماراتی این چیز حالا اگه دستمزد ناخدا و هزینه سفرم ازش کم بکنم سود خالصم میشه 100,000 دلار میدونی یعنی چی؟ میدونی یعنی چند تا قالب پنیر؟ حالا یه مشکل کوچولو دارم که باید براش یه راه حل پیدا بکنم اینکه چجوری اونو سالم برسونم آمریکا. متاسفانه تمام اعداد و ارقامی که روباه گفت کاملا درسته. بله کاملا درسته. بله این ارقام در خاطرات یه پزشک که از قضا معاون ناخدای یک کشتی بردهداری بود ثبت و ضبط شده. اون روزها سود بردهداری به قدری زیاد بود که سالم رسوندن برده ها به مقصد اهمیت زیادی داشت و برای همین سر و کله دزدای دریایی هم پیدا شد. ای بابا ول کن اون تاریخ مزخرفو لطفا سهم منو رد کن بیاد. سهم چی؟ سهم همین راهی که برای تجارت نشونه دادم. تجارت برده ارزونی خودتو دوست داد. درس امروز ما درباره چی بود؟ شبات درباره دزدیدن برده از کشتی های نقل و انتقالات برده. کشتی ما قبل از اینکه به این کشتی ها نزدیک بشیم لباس خودمون رو عوض میکنیم. برای اینکه برای اینکه خوشگل تر دیده بشیم. نه نه کلاس تر باشیم. احمق نه اینم نیست جواب این نیست. نه تو بگو شاگرد زرنگل تو بگو تا کسی ما رو نشناسه. آفرین همینه جواب درست همینه تا کسی ما رو نشناسه. بعد با لباسای مبدل بهشون نزدیک میشیم باهاشون احوال پرسی میکنیم بعد منتظر میشیم تا اونا برده های لاغر مردنیشونو بندازن توی دریا.
بعدش چیکار میکنیم؟ چیکار میکنیم؟ در بیشعورانه ترین حالت ممکن بهشون حمله میکنیم. میگم که جناب این خیلی خشنه. قربان اینقدر میکشیم اینقدر میکشیم اینقدر میکشیم تا دستمون خسته بشه. همینه همینه شاگرد زرنگم. من واقعا افتخار میکنم به شما که تونستم همچین دزدای گوگولی مگولی رو تحویل جامعه بدم. واقعا به خودم میبالم. بزن دست خشنگ. خیلی خوب کافیه شادی بسته. خیلی خوب بگید نکته درس امروز ما چی بود؟ من بگم نکته مهم درس امروز ما این بود که انقدر صبر میکنیم تا کشتی برده های مردنیش رو به آب بندازه. آفرین کشتین تو ساکت باش و چیاش بمونه؟ سالماش باقی بمونه قربان. آفرین شاگرد زرنگ من. خب حالا بگید کشتین را ساکت باش. حالا بگید ما آخر کلاس چیکار میکنیم؟ نخیر نکته یک کلاس رو داخل یک بطری میکنیم و درش رو میبندیم و پرتش میکنیم سمت دریا. تا برای آیندگان عبرت بشه. چه جالب چه تو کشتی میکنی؟ چی میخوای بگی؟ کشتی رفت کجا رفت؟ رفت نادون. ما 3 ماه اینجا منتظریم یه کشتی از اینجا بگذره ازش دزدی بکنیم، بعد تو الان میگی کشتی رفت؟ گیر میکنه. چی میخوای بگی شاگرد زرنگ من؟ بگو عزیزم. قربان جانم، من دیدم کشتی از این طرف رفت. آره این کوسه من کو بلپونه های وحشی دشت امیدم وقت مشاهدین الکرام و حالا توی دروازه چه میکنه این بازیکن؟ آنه تکرار غریبانه روزهایت چگونه گذشت؟ در واپسین لحظه های اولی ها، دومی ها، سومی ها، دیگر نگران دزدان دریایی نباشید. بیمه مارکت پیش رو در هر آنچه که به ذهن شما خطور می کند. بیمه مارکت با سیستم آرزوی سلامتی برای پنیر شما. بیمه مارکت آشنای امروز غریبه بعد از حادثه. شغل تو عوض کردی؟ آره این شغل دوممه. این یه دفتر بیمه کوچولو هم زدم، یه جوب باریکه‌ای ساختیم برای امورات زندگی. ببینید اصولا با کشف قاره آمریکا و افزایش حمل و نقل های دریایی بین قاره ها ترافیک دریایی هم زیاد شده و در نتیجه تصادفات دریایی، لغزندگی معابر، آفتاب سوختگی، سائقه کج، زلزله دریایی، احتمال برخورد با پری دریایی و دزدان کارائیب خیلی 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 زیاد شده. اینقدی که دیگه نگم براتون. خب پیشنهاد میکنم پنیرتون رو بیمه بکنید تا اتفاقی براشون نیفته. ها نظری چیه آشپز جان؟ با ورود دزدان دریایی و همینطور خطر سفرهای دریایی به تجارت برده، پای بیمه‌گذاران هم به این تجارت باز شد، اما نه به سود برده ها بلکه به سود برده دارها. حالا هرچی، به من گوش بده. میدونی که من چقدر پنیرتو دوست دارم، پس پنیرتو بده برات بیمه بکنم. نه ممنونم. خواهش میکنم، ولی جواب دوستت دارم ممنون نیست. بده بی احساس بده. میگم بده برات. نیازی به بیمه ندارم. بیمه بردگان چیزی فراتر از توقعات شماست. اینجوریه که شما با پرداخت یه مبلغ خیلی جزئی بردتون رو در مقابل هر بلایی بیمه میکنین. خانوما وای عمه جون، چی شد که شما اصلا به این فکر افتادید؟
خب ما انگلیسی ها همیشه پیش رو در تأسیس همچین نهادهای حمایتی بوده و هستیم، دیگه چیکار کنیم؟ منم همیشه گفتم این انگلیسی ها هدفشون فقط سلب آرامش ماست. جلب هدفمون جلب آسایش شماست. امنه جون. خوب حیات خلوت رو کردین محل بیزینس شخصیتون خانوم. حسودید میشه، اولین بیمه کشتی های حمله بردر رو ما به ثبت رسوندیم. راستی من به تو گفته بودم که من یه تاج جدید سفارش دادم؟ نه. چه شکلیه؟ تاجران برده تصمیم گرفتن به علت حوادثی که برای کشتی‌ها رخ می‌داد، کشتی‌ها و برده‌ها رو بیمه کنن. اونا بعضی از برده‌ها رو به دریا می‌انداختن و معتقد بودن که شرکت بیمه باید برای هر برده هزینه یک انسان رو بپردازه. شرکت‌های بیمه نرخ بیمه برده‌ها رو بر حسب کالا حساب می‌کردن و وکلای برده فروش‌ها سعی می‌کردن توی دادگاه ثابت کنن که برده ها به دلیل داشتن روح انسان. آقای قاضی، این یک دبه است. آهای دبه، با من سخن بگو. ساکت، سخن بگو. دیدید دبه که قادر به صحبت کردن نیست. آقای قاضی، آیا حاضرید این دبه رو به قیمت 5 پوند از من خریداری کنید؟ دبه الان چنده؟ 10 پونده خواهی قاسی، تو بازار 10 پونده. بله آقا میخرم، 5 پوند میخرم. اینم 5 پوند شما. میگم دبه خوبی ها. آره. به درد میخوره. خانم هم میخواد ترشی بادمجو بندازه، میبرم میدم بهش. خیلی خوبه، ما خریدین. دیدید آقایون، دیدید جناب قاضی دبه رو از من خرید. آقای قاضی، بنده یک برده هم دارم که میخوام اونو به قیمت 50 پوند به شما بفروشم. آیا شما خریدارید؟ برده الان چنده؟ آقای قاضی این عقلش از دست داده، برده الان 200 پونده. نه باور کنین. ببینم شما 20 پوند داری به من بدی آخر بوجه بدم؟ پس میدی؟ آره میدم. برام قبلیه؟ باور کن میدم. بده. پس من تو دفتر مینویسم. باشه بده. پس بدیا. ای بابا بده من میخرم آقا. بسیار خوب، برده بیا. میگم برده خوشیکلی هم هستا. خوشرنگه. بیا بده بده. چیده؟ میگم برای مواقع ضروری به درد میخوره. اصلا میذارمش بره پیش خانومم کمک کنه ترشی بادمجو بندازن. خیلی فکر خوبیه. آره. آره. دیدید آقایون، دیدید جناب قاضی برده رو از من خرید. حالا شما نظر بدید بین این برده و دبه چه فرقیه؟ هان وقتی که میشه جفتشو با پوند خریداری کرد. میگم خوب ما رو پیچوند، دمش گرم. ولی خب راست میگه، برده هم یه جور کالاست دیگه. بله آقایون، بله برده یک کالاست و در صورت خرابی و ضرر زیان بنده به عنوان یک امدادگر بیمه باید خسارت یک کالا رو بدم، نه یک انسانو. برده اینجا برم بودو، دارم برات. جناب آقای قاضی، عذرخواهم. احتمالاً خیلی درد داشت. آقای قاضی حالتون خوبه؟ چه چرا منو میزنه؟ اون قرصشو نخوردی. میبینید آقایان، هر دوی این انسان ها هنگام خوردن پسکلگی گفتند آخ. این بعد قبول کنیم که این برده سیاه هم یک انسان روح دار است و قدرت آخ گفتن را دارد. خدا رو شکر که حق ما رو گرفت. پس همچون یک انسان باید غرامت او از بیمه‌گران مطالبه شود. جناب آقای قاضی،
جناب آقای قاضی، از شما استدعا دارم و تقاضا دارم که حق بردهداران محترم رو از شرکت‌های مافیای بیمه بگیرید تا خسارت یک انسان به بردهداران محترم برسه، تا این ظلم و ستم در انگلستان ریشه کن بشه. باز که شما سنگ این ظالمای بردهدار رو به سینه زدید وکیل. کی به تو گفت حرف بزنی سیاه برزنگی؟ کی به تو گفت حرف بزنی؟ اصلا کی به تو حق داده یه کالای سیاه در این دادگاه انسان متمدن و سفید لب به سخن باز کنه؟ قربان دیگه با این برده کاری نداریم، بفرستینش پیش همسر محترمتون برای دبه ها و ترشی ها. بیا این دبه رو بده خانوم هم بگو ترشی بادمیتون آماده کنه، پاهات هم بجور. بدو قربان این دبه یه اینقدر ترشی برام میاری؟ میارم. بیا بالاخره به اونی که میخواستم رسیدم. یه شکم سیر از پنیرت خوردم. تو هم هیچ کاری نتونستی بکنی. ببینم از کدوم دبه خوردی. چه فرقی میکنه، پنیر پنیر دیگه، خوشمزه بود و جذاب. میگم از کدوم دبه خوردی. حالا که اصرار داری بدونی، از اون خوردم. از کدوم؟ از اون، از این دیگه، از این درابیه. این پنیر اعلی حضرت بود. بود که بود، میخواستی اونجا نذاری. چی گفتی؟ اون پنیر کی بود؟ پنیر اعلی حضرت رو خوردی، اینم نشان سلطنتی. وای خدایا، پس چرا این نشان رو ندیدم؟ حالا چیکار کنم؟ دومم رو میکنن، باید یه جایی قایم بشم تا آبا از آسیا بیفته. آره برده ها کالاهای با ارزشی بودن که ممکن بود روی زمین یا روی دریا روبوده بشن، پس طبیعی بود که برده‌داران اونها رو علامت گذاری کنن. علامت هایی که نشون میداد اونها مربوط به کلیسا یا کدوم دربار و یا کدوم کمپانی هستند. علامت هایی که کمی داغ بودن. خب فروشنده کیه؟ بنده. خریدار کیه؟ من هستم. فرده برده مورد معامله این. ها؟ این ها. سال تولید شما بزن مدل 1703. 1703. تعداد دندان باز کن. 24 تا کامل، فقط اون آخری یه مقدار خوردگی داره. فرزندم گفتی سالمه؟ پدر این آخری فقط یه سرقلم خوردگی داره، پر که نکردم، یه سرقلم سوزوندم که خراب نشه. آقا پدر بحث نکنین، بحث نکنین. عقبه چی داره؟ عقبه؟ عقبه یعنی صندوق عقب؟ عقبه، زن و فرزند. ها نه قربان، تازه به بردگی گرفتمش، پول لازم نبودم نمیفروختمش. اصلا ببین قسم خوردن نداره، ولی یه زیرپایی داره عالی. پا تو بیار بالا آقا ببینه، بیار بالا کف پا رو ببینی. من نذاشتم جای صفت پا بذاره که یه موقع کف پاش پوست نندازه. خب خیلی خب، حالا نمیخواد تعریف بکنی داغ بردت چیه؟ بیار بالا آقا ببینن. یاری ببینی قربان، من خودم خریدم از یه کمپانی انگلیسی آفریقایی. برای کجا میخوای پلاک کنی؟ برای کلیسا فرزندم، اینم داغش. اه 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 داغ کمپانی اینا 3 تا حرف داره، باز مال ما 2 حرف داره، اینا بیشتر میسوزونن. گفتید مال کجاست؟ برای کلیسای آنگلیکان انگلستان فرزندم. داغ داریم، داغ. داغ این آقا رو بزن به سینش. بعدی ارباب منو نفروش، هر چی بگی قبول میکنم، خواهش میکنم. فایده نداره، میفروشمش. ارباب تن منو ببین، اینقدر داغ زدن دیگه جا برای داغ تازه نمونده. ببین ارباب و چقدر خط خطی کردن. ببینم، آها اینجاش خالیه، میفروشمش. داغ داریم، داغ. رونق تجارت برده و تأثیر اون بر کشاورزی به حدی بود که دولت ها
سهمی برای خودشون قائل بودن. اونها برای ورود هر برده به خاک آمریکا و یا اروپا حق گمرکات دریافت میکردن. این تنابو چرا اینجا بستی؟ آها، الان بهت میگم. این تناب به بعد تو محدوده منه و دیگه نمیتونی رد بشی، مگه اینکه حق گمرک و مالیات و عوارضی پرداخت بکنی. نوچ. یعنی چی نوچ؟ برای شما در میاد به عبارتی پنج قالب زب در سیمین هایی دو قالب ارزش افزود و اینا. آها، میشه سه قالب و نیم پنیر فرد اعلی. رد نمیدم. کن بده بیاد. نمیدم. یعنی چی نمیدی؟ باید بدی. نه، حرف عوض نکن. ببین، سه قالب پنیر بده تا بذارم رد بشی، وگرنه نمیذارم رد چی. نمیدم. باشه، دو قالب پنیر بده. نه، جهنم و ضرر، یه قالب پنیر بده رد شو. نمیدم. نمیدی؟ نه. نداری بدی یا نمیخوای که بدی؟ دارم اما نمیدم. پس ببین منو، خیلی خسیسی، خیلی. همیشه افرادی بودن که این قوانین گمرکات رو دور بزنن. حالا ببین، من از شما میپرسم که نظر شما در رابطه با این جعل کننده های داغ چیه؟ راحت میگم، خدا میگم. من میگم تشکر میکنم از پلیس مبارزه با تخلفات بردهداری، کلیسای محترم و شخص ملکه انگلستان که به فکر ما بردهدارا هست. براو. آره. به همین راحتی؟ چقدر راحت بود؟ آره همین. شما مثلا از شما میپرسم نظر شما چیه در رابطه با همین اتفاقات اخیر و اینا؟ آقا این قاچاقچی ها واقعا شورش رو در آوردن. آقا و از اونجایی که اینا بدون پرداخت هیچ گونه مالیات و گمرکات قانونی اقدام به وارد کردن برده غیر مجاز میکنن، آقا ثبات بازار برده رو از بین بردن. آقا از بین بردن و باعث شدن که این صنعت داخلی از رونق بیفته. کاش همه بینش این بردهداری و رسانه شما رو داشتم. من دارم بینشم بیشتر. شما بینشو داری؟ خب مثلا من از شما میپرسم نظر شما چیه؟ شما خیلی راحت بیان کنید. با سلام، من از مردم تقاضا میکنم قبل از خرید برده حتما از داغ اصالت کالا و کد 10 رقمی استاندارد شاهدن بررسی بکنن تا با این کارشون باعث حمایت از بازارهای داخلی بشن و همچنین حمایت بکنن از شهروندان قانونمدار سفید پوست خودشون. براو، آفرین. شما ببینید، همینو جلوی دوربین ما بگید کافیه. بیشتر هم میتونم توضیح بدم راجع به مثلا اقتصاد جهانی. نه نیازی نیست، نیاز همینو بگید. عالی. به اخبار نیم سوخته خوش آمدید. محموله قاچاق برده به آمریکا کشف شد. به گزارش خبرگزاری ها، محموله‌ای که با بلبلی درست بخون. ببخشید. بربری چشای کور شده‌تو باز کن. ببخشید. محموله‌ای که با دوربری با تقلب از روی نشان کلیسای انگلیکان اقدام به ورود غیرقانونی به آمریکا نموده بود، توسط نیروهای تیزبین ملکه دستگیر، کشف، ضبط و تکانده شد. متشکرم. بابا چه خبره؟ چه قهوه‌ات می‌کنی؟ گیجی. یعنی چی؟ با سلام به شما بینندگان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. همینطور که میدونید، پلیس یک باند بزرگ قاچاق رو منهدم کرده که توسط جعل مهر کلیسا کار خودش رو پیش میبرده. به همین منظور ما اومدیم به بازار برده فروشان تا نظر دوستانمون رو در رابطه با این اتفاقات اخیر جویا بشیم. دوست عزیز سلام. سلام، تشکر میکنم. نه، اجازه بدید. من میخواستم از شما بپرسم که نظر شما در رابطه با انهدام این باند بزرگ قاچاق توسط پلیس چی هست؟ تشکر میکنم از پلیس مبارزه با ملکه کلیسا و متخلف کلیسای شخص با اینکه ما میتونیم اول میشم. آقا نظر شما در رابطه با خسارتی که این باند بزرگ به صنعت بردهداری وارد کرده چی هستش؟ بفرمایید. خواهش می‌کنم. من از همینجا یه پیامی دارم برای سفیدپوستای جهان. ده. که آقا حتما قبل از خرید برده این کد استاندارد 10 رقمی مال منه. دوست عزیز، دوست، خواهش می‌کنم. نظر شما، میخواستم بپرسم که در رابطه با خسارتی که این باند به صنعت بردهداری وارد کرده چیه و شما چه تقاضایی از دستگاه قضایی دارید؟ قضایی؟ من یه پیام دارم برای تمام سفیدپوستان. این پیام آخر منه.
که این کد ده رقمی رو حتما چک کنن. من این کد ده رقمی رونق بازار رو میخوام بچرخونم. آقای محترم، آقای محترم خواهش میکنم شما بفرمایید که نظر شما در رابطه با این اتفاقات اخیر چیه؟ سلام، های شما خوب هستین؟ نظر شما چیه مورد؟ چی شده؟ قاچاق. قاچاق چی؟ گفتی بیشتر صحبت کنم میتونم ادامه بدم و بیشتر. پایان. وای پایان گفترش خیلی قشنگ بود. پایان خیلی قشنگ بود. خوب گفت بده. خوشم بود. گفت پایان. من بیشتر صحبت میکنم. این چه طرز قشنگ بود. پایان گفتم ریتمش خوب شد. بودی پدر، من اشتباه کردم پدر. پدر من غلط کردم پدر. پدر من غلط. چی؟ غلط خوردم. آره غلط. دیگه چیز دیگه ای نگو. لطفاً از بند کلمات بی بند و بارم استفاده نکن که در این مکان مقدس جایز نیست. چش پدر من غلط خوردم. خودتو معرفی خوردم. کن. غلط خوردم. من اشمیتم. نه آلبرت. دروغ گفتم دروغ. چیزم جان. جان هستم پدر، یک جل کننده مهر داغ. وا مصیبت ها، وا اسفا، بند جل، زنهار ز بند دوستان ناباب. بله پدر، بله، همش تقصیر این دوستان ناباب بود که حس طمع رو در من متبلور کردن، باعث شد من برم این چیزا برده های مردم رو بدزدم و با مهر جلی که از کلیسا جل کرده بودیم بزنیم رو تنشون و باز به مردم بفروشیم. من پشیمونم. چی؟ غلط خوردم. مهر کلیسا رو جعل کردی؟ بله پدر. الان توقع داری بنده از بند بخشش با تو در بیام؟ توقع زیادیه ولی بله پدر. بنده زرنگ کجا بودی تو؟ پدر، پدر قول میدم دیگه این اشتباه نکنم. پدر حتی برای اثبات حرفام همه این مهرهای جعلی که میزدیم رو تن این برده ها رو با خودم آوردم. باید همه این مهرها رو داغ کنم بچسبونم بدنت تا گناهانت بخشیده بشه. پدر من از اعماق وجودم پشیمونم پدر. هنوز صدای جلیز و بلیز این مهرهای جلی که میکویدیم رو تن این برده ها تو گوشم میپیشه پدر. پدر من پشیمونم پدر. باور کنید این مهرها هر کدوم هزار سکه طلا میارزه. من همه رو با خودم آوردم که تقدیم شما کنم. گفتی هر کدوم از اینا چند میارزه؟ هزار تا. طمع نکن. چشم پدر دلاس، قول میدم طمع نکنم. این داغ برده های کلیساست که از پرداخت حق گمرکی معافند. اما جعلیه. برخی شیادان برای نپرداختن حق گمرکی این داغ ها رو جعل میکردن.